درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه درد دل روان امشب که ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 12 ساعت بعد هم بازپخش داره، من در مورد نارسیسیزم یا خودشیفتگی میخوام با شما صحبت کنم. این خودشیفتگی یا نارسیسیزم یک تشخیصیه که این روزها به طور شایعی به کار برده میشه و اجازه بدین من یه توضیح بدم که این اسم از کجا شروع میشه. در داستان‌های یونانی یک فردی رو ذکر کرده بودن که این مرد خیلی از خود راضی بوده و از قیافه خودش خیلی راضی بوده و خیلی پرتوقع بوده و خیلی دلش میخواست که همه افراد عاشق اون بشن و چنان پرتوقع بوده که حتی میخواستش که توقع داشته که کسایی که عاشق اون شدن تا حد خودکشی برای اون پیش بره. و داستان هایی که در مورد این افسانه یونانی گفته میشه اینه که این فرد که یه شکارچی هم بوده یه روزی تشنه بوده تو تابستون و میره آب بخوره و نقش خودش و عکس خودش رو توی آب میبینه و عاشق خودش میشه، ولی چون نمیتونسته به خودش دسترسی پیدا بکنه در حسرت به تدریج میمیره و جای اون میگن یه گلی در میاد که اسم نارسیسوس رو روی اون گل هم گذاشتن. و یک طریقه دیگه که این افسانه رو گزارش دادن اینه که این موقعی که نمیتونه خودش به خودش دسترسی پیدا بکنه و معشوق خودش رو به دست بیاره خودش رو میکشه. و از این داستان فروید استفاده کرد و اسم نارسیسیزم رو که برمیگرده به نارسیسوس، این مردی که در موردش صحبت کردم خدمتتون، روی یه بیماری هایی که روان نژندی هستن، نوراتیک هستن و بسیار از خودشون راضی هن و بسیار فعالیت‌هاشون همه متمرکز رو خودشونه و منافع خودشون، از این لغت استفاده کرد و به فارسی نارسیسیزم رو ترجمه کردن به خودشیفته. و این افراد یه خصوصیات‌های شخصیتی دارن که سبب میشه که ما بتونیم یک تشخیصی روی اونها بذاریم. ولی یه موضوع دردناکی رو من باید با شما سهیم بشم که اون این که این حالت خودشیفتگی یا نارسیسیزم در بسیاری از ما دیده میشه، فقط فرقش اینه که توی این طیف این بیماری ماها کجا قرار میگیریم. اگر علائم اون شدید بشه اون موقع میتونه به یک حد و مرز مرضی برسه و اون موقع میشه تشخیص خودشیفتگی یا نارسیسیزم رو روش گذاشت. متاسفانه با این تشخیص یک حالت تحقیرآمیز و حقیر کردن هم مخلوط شده، در صورتی که این بیماری شخصیتی هم مثل سایر بیماری‌های شخصیتی کسانی که
گرفتار این بیمار هست، بیماری هستن، بیمارن و نباید به صورت تحقیر کردن این لغت رو به کار ببریم و برچسب به مردم بزنیم که اونها رو حقیر بکنیم یا مسخرهشون بکنیم، چون این افراد متاسفانه بدون اینکه خودشون آگاه باشن در اغلب موارد یه حالت خود بزرگبینی دارن، یه گراندیوزیتی دارن، خود بزرگبینی دارن، خودشون رو خیلی مهم میبینن و این حالت گراندیوزیتی و خود بزرگبینی و خود مهم بینی اونا در روابطشون با دیگران اختلال ایجاد میکنه، چون که اینا همیشه خودشون رو برتر از دیگران میدونن و خصوصا در محل کار و در روابط خانوادگی با دوستان و آشنایان و همکاران اشکال پیدا میکنن. و از اون مهمتر این که این افراد بدون اینکه خودشون آگاه باشن خودشون رو مستحق میبینن که دیگران در خدمت اونها باشن و این توقع رو دارن که دیگران به اونها سرویس بدن و از اونها نگهداری کنن، بندوار و بردوار در اختیار اونها باشن بدون اینکه هیچ توقعی از هیچ گونه پاداشی داشته باشن. درست مثل یه مادری که یه نوزاد داره و اون نوزاد احتیاجاتش باید در اسرع وقت برآورده بشه و این افراد همینطور هم نیاز خیلی شدیدی دارن که مورد توجه قرار بگیرن و تمام رفتارهای اونها طوری است که این پیغام میده که به من توجه کنین. خیلی رفتارهای توجه طلبانه ای دارن و متاسفانه اشتها و تشنگی اینها برای توجه گرفتن هرگز سیراب نمیشه. این افراد هیچ موقع از گرفتن جایزه و اعلام مدارک تحصیلی و تحصیلات عالیه‌شون و موفقیت‌های مادی و شغلی و خانوادگی و اونا رو به رخ دیگران کشیدن دریغ نمی‌کنن و همیشه به هر قیمتی شده میخوان این نقاب رو که از بقیه بهترن و برتری دارن این نقاب رو نگه دارن و این فساد رو طوری نگه میدارن که به بقیه ثابت کنن که اونها موفق تر از اونی هستن که هستن، پولدارتر از اونی هستن که هستن، تحصیلاتشون بالاتر از اون چیزیه که هست و همیشه یه حالت غلو کردن در مورد توانایی‌ها و موفقیتشون وجود داره. همچنین این افراد یک نیازی دارن که دیگران رو حتی المقدور کنترل کنن و به خودشون این حق هم میدن که به مرز و حریم دیگران هم تجاوز کنن. و اگر افرادی هستند که اطراف اونها که از نظر اونها مهمن و یا پرقدرتن، سعی میکنن خودشون رو به اون افراد بچسبونن و از طریق شهرت اونها یا هرچی اونها دارن احساس برتری بودن رو به خودشون بدن. ولی در حقیقت این افراد بسیار تنها و در انزوای عاطفی زندگی میکنن و این توجه طلبی اونها باعث میشه که اطرافیان رو تحت فشار قرار بذارن که به حرفهای اونها توجه کنن و گوش کنن و موفقیت اونها رو قبول بکنن و معمولا بیش از سایرین حرف میزنن، حتی اگر اینکه صحبتاشون برای شنوندگانشون جالب و قابل توجه نباشه. خیلی اصرار دارن که دقیقاً اون چیزی که میخواهن به طور کامل و به طور دقیق
در اسرع وقت مهیا بشه. و معمولا این افراد وقتی به رستوران ها میرن، گارسون ها رو خیلی تحت فشار قرار میدن و رنج و درد و عذاب دیگران رو نه حس میکنن و نه اینکه اونو به حساب میارن که به چه قیمتی برای دیگران داره تموم میشه، چون اونها آنچنان شیفته و مجذوب خودشون هستن که هیچ آگاهی از نیاز دیگران و احساسات دیگران ندارن و اگر از اطرافیان اونها بپرسید که نظرشون چیه، اطرافیانشون میگن که این افراد خودشیفته افرادی هستن در مواقعی بی‌ادب و خشک و یه حالت مکانیکی دارن و اونها رو غیر قابل دوستی در نظر میگیرن. این افراد خیلی رقابتگر و حسود و سعی میکنن که هرچی دیگران دارن بهتر از اونها رو برای خودشون تهیه کنن. در نتیجه ما میبینیم که این افراد راجع به ماشینشون، خونهشون، جواهرالاتشون صحبت میکنن و در دیگران هم با این حالت احساسات منفی برمی‌انگیزن. این افراد تمایل دارن که گستاخ بشن و ارگنت هستن و این خصوصیت شخصیتی اونها هم باعث میشه که اجازه نده که یک رابطه نزدیک عاطفی برقرار بشه. انگار همه رو با این حالشون امشی میکنن و مردم بعد از یه مدتی دماغشون رو میگیرن و فرار میکنن از این افرادی که خیلی گراندیوزیتی دارن، خود بزرگ بین هستن و دائم در حال غلوف کردن در مورد خودشونن. مکانیسمی که دیگه ای که به طور شایع در شخصیت این افراد به طور عمیقی بنیادگذاری شده فرافکنی و پروجکشنه و اونها اون چیزی رو که در مورد خودشون نمیتونن قبول کنن و ببینن اونو به دیگران ربط میدن و در نتیجه دیگران رو ظالم میبینن و خودشون رو مظلوم میبینن و موقعی که به صحبت‌های اونها گوش میکنید میبینید که یک تونی از این که به من ظلم شده، به من تجاوز شده در حرفاشون وجود داره و این نیاز اونها که اینکه خودشون رو برتر نگه دارن و بهترین رو داشته باشن باعث میشه که بیش از آن چیزی که توانایی مادی رو دارن بعضی مواقع برن چیزهای گران قیمت بخرن و خودشون رو زیر قرض بندازن و برای خانواده‌شون اشکالاتی ایجاد کنن که خانواده این افرادم اگر خانواده‌ای داشته باشن ممکنه که از این جهت تحت فشار قرار بگیرن. معمولا یه حالت وسواسی هم دارن و این حالت وسواس و ابسشن اونها وقتی به یه چیزی بند میکنن و یه فرض کنید یه چیزی رو میخوان کلک کنن دیگه با تمام قوا عقب اون کار میرن و به این وسیله خودشونو بالاتر میبرن که بهترین کلکسیون ها رو دارن و بهترین کلکسیون ماشین یا جواهرات یا این یا اونو دارن. ولی زیر همه این فساد و نقاب بهترین بودن متاسفانه در عمقش، در کهنش
در مرکزش خیلی شکستنی و فرجایل هستن. این افراد چون نمیتونن تحمل کنن اون چیزی که در درونشونه، خیلی زود جوش میارن و قابل انفجارن. در نتیجه رفتارهای انفجاری در اونها به طور شایعی دیده میشه، خصوصا موقعی که به جر و بحث میرسه و کسی میخواد این مکانیزمای دفاعی اونها رو کنار بزنه، چون اونها نمیتونن تحمل کنن زیر این مکانیزمای دفاعی چقدر درده و چقدر پوچیه و چقدر ضعفه، دانشین رو با تمام قوا میجنگن و میتونن خیلی واکنش های خشنی نشون بدن و ویرانگر بشن. اینا افراد سعی میکنن به هر قیمتی که تموم میشه عقاید نادرست خودشونو به دیگران تحمیل کنن و خیلی بی‌صبر و بی‌قرارن. اگر اینکه باید منتظر کسی بشن، منتظر چیزی بشن، یا فرض کنین توی صف وایسن، این افراد توانایی صبر کردن رو ندارن و از نظر عاطفی مثل بچه‌های کوچکی هستن که هر چی میخوان بلافاصله باید بهشون داده بشه. به همین جهت هم هست که این افراد آنچنان مجذوب خودشونن و همش نیازهای خودشون مرکز فعالیت هاشونه که این افراد دیگه برای دیگران هیچ احساسی ندارن و نیازات دیگران اصلا مورد توجهشون قرار نمیگیره و به همین جهت اینکه به عقاید دیگران بی‌اعتنا میشن، تمایلات دیگران رو پس میزنن و یه حالت سماجت و یکدندگی پیدا میکنن که اجازه نمیده این افراد بتونن به کسان دیگه نزدیک بشن و یه رابطه عاطفی معنیداری با دیگران ایجاد بکنن، چون اینها تحمل قبول عقاید دیگران که برخلاف عقیده خودشون باشه ندارن و معمولا مخالفین خودشون رو تحقیر میکنن، کوچک میکنن و سعی میکنن که با کوچک کردن و تحقیر کردن دیگران خودشون رو بزرگتر جلوه بدن و این حالت برتری خودشون رو محفوظ نگردن. این افراد نارسیسیستیک یا خودشیفته بسیار کینه‌دوز هستن، خصوصا اگه کسی بخواد از نظر احساسی به اونها نزدیک بشه و بخواد نقاب و فساد اونها رو کنار بزنه و نیاز اونها برای نگه داشتن این حالت برتری انگار جونشون به اون بستگی داره و متاسفانه قادرم نیستن که احساسات و عواطف خودشون رو کنترل کنن و فقط با یه عدسی خودشیفتگی که همه چیز رو سیاه و سفید میبینه، بهترین و بدترین رو فقط میبینه، در این افراد رنگ خاکستری وجود نداره، در طیف دید اونها فقط رنگ سیاه و سفید و این افراد ممکنه از این جهت با قانون هم اشکال پیدا بکنن و چون آنچنان گستاخ و ارگنت میشن که از قانون تبعیت نمی کنن و متاسفانه بخش عقلانی اونها هم نیست، تحت تاثیر این خصوصیاتی که خدمتتون عرض کردم در شخصیتشون قرار میگیره و در مواردی کاملا فلج میشن موقعی که میرسه به
نیازات خودشون. و اگر این حالت انفجاری اونها به اون مرحله انفجاری برسن، این افراد میتونن حتی خطرناک بشن، چون اصلا قابلیت انعطاف در اونها وجود نداره و تحت فشار به راحتی میشکنن و نمیشه اونها رو به راحتی تحت فشار و چالش قرار داد. و تنها راهی که اونها میدونن برای مقابله اینه که بیشتر پافشاری کنن و بیشتر این روکار رو نگه دارن و به هر قیمتی این ایماجی که از خودشون میخوان نشون بدن باید نگه دارن. و زیر این اون حالت سلف استیم اونها، حرمت نفس اونها کاملا خرد شده است و یه احساس افسردگی و درماندگی در اون عمق روان اونها جایگزین شده. و به این و وقتی که این نقاب ظاهرسازی و برتری و پرقدرتی رو ما کنار بزنیم، انبوهی از احساس شرم و غم و خشم و گناه و افسوس و ندامت و ناامنی میبینیم که اینا در اون غوطه‌ور شدن. و اگر این احساسات رو حس نکنن، تجربه نکنن و با اون چیزی که زیر نقابشون دسترسی پیدا نکنن، هرگز اونها این حالت نارسیسیستیک یا خودشیفتگی خود رو از دست نمیدن. من در برنامه هفته دیگه در این مورد بیشتر با شما بینندگان گرامی صحبت میکنم و برای شما آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی.